بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت تمام شما بیننده ها و شنونده های عزیز. عبدالله شمس در خدمت شما دوستا و عزیزا قرار دارم. قسمی که در ویدیو قبلی ما بر شما وعده کردم که به خاطر از اینکه ما قلقله را خوب تر یاد بگیریم، به عنوان مثال سوره بروج یا والسماء ذات البروج ما می خوانیم، چرا که در هر آیه از این اگر متوجه شویم حرف قلقله وجود داره، می حرفی که به رنگ آبی است، تمام حروف قلقله است. به او خاطر این سوره را ما اگر خوب تر یاد بگیریم میتونیم که امی قانون یا صفت قلقله را به بسیار خوبی و راحتی یاد بگیریم و تمرین هم کرده میتونیم. به شکل تجویدی شروع میکنیم میخونیم، اما فقط ما نکات که قلقله میشه ما تنها همون نکات را بر شما یادآوری میکنم، چرا که سوره یک صفحه است، ویدیو ما طولانی نشه، تنها نکات تجویدی که قلقله صورت میگیره امور ما بر شما میگم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج. گفتیم حروف قلقله پنج حرف است که عبارت از قطب و جد. وقتی که یا ساکن باشن در مخرجشان یک جنبش و یک حرکت به وجود نه، یک لرزه به وجود نکنه، اون لرزه را برش قلقله میگن. اگر ما اون جنبش و لرزه را انجام نتیم، حرف به یک حرف دیگه تبدیل میشه، لحن جلی حساب میشه، اشتباه بزرگ. دی قسمت اینی حروف که به رنگ آبی از گفتیم قلقله میشه، اما متوجه میشیم که یا حرکت دارن. شاید بر شما سوال ایجاد شه، خوب اینجا خود گفتین باید ساکن باشم و حرکت خود دارم. دیجا یا ساکن نیستن، اما با سبب از اینکه آیه ختم میشه ما حرکتش چی میکنیم؟ ساکن میسازیم. به خاطر از اینکه گفتیم آیه ختم میشه، اما حرف که در آخر قرار میداشته باشه او با هر حرکت که باشه او با ساکن تبدیل میشه. اما اگر ما دو آیه را با هم وصل بخونیم، یعنی یک جای بسازیمش، در او صورت باز حرکتش هر چیزی که باشه، مثلا اینجا جیم زیر داره، ما ایره باز با حرکت میخوانیم و لازم نیست که ما دیجا ایره چی کنیم؟ قلقله بکنیم. اما اگر ما میخوایم که زیباتر بخوانیم، یکم با دقت و مقبولی بیشتر اگر میخوایم بخوانیم، باید از کجا ساکن بکنیم و حرکتش هم ساکن تبدیل میشه، یعنی هر حرکتی که داشته باشه و با ساکن تبدیل میشه. و السماء ذات البروج، بروج. میبینین اینجا اگر ما بگویم بروج، بروج، اینجا جیم چی میشه؟ حرکتش به چه تبدیل میشه، یعنی صدایش تغییر میکنه. اما ما ایره قلقله میکنیم تا اینکه شنونده بفهمه. بروج. والیوم الموعود، اینجا دال باز هم قلقله میشه، رنگش آبی شده، حرکت زیرش به ساکن تبدیل میشه و میگیم موعود. و شاهد و مشهود، باز هم قلقله. قتل اصحاب الاخدود، النار ذات الوقود، اذ هم عليها قعود، و هم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. به شکل اتومات میفهمیم که تمام جاهایی که رنگش آبی است اونمو نشان دهنده قلقله است. در غیر از او اینمی قطب و جد هر جایی که باشه ساکن باشه و یا داخل آیت آمده باشه که ما رو ساکن میکنیم، باید از که قلقله هم صورت بگیره. و ما نقمو منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید، باز هم داخل آیه رسیدیم قلقله میشه. الذی له ملک السماوات والارض والله على كل شيء شهید. اینجا در صفحه بعدیش میرسیم. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. اینجا متوجه میشیم که در قسمت آخر آیه که رسیدیم قاف رنگش سبز است، اما این زیرش رنگ آبی داره، خودش سبز است، هیچ معنی نمیده. سبز به خاطر که قاف استعلاس باید از پر خونده شوه و این رنگ آبی به خاطر قلقله هم باید از شوه که ما ساکنش میسازیم.
یعنی وقتی که ساکنش میسازیم باید است که قلقله شوه و قلقله را به خاطر از اینکه قاف از جمله حروف استعلاس خصوصا ضاد قذ قاف هم داش شامل است باید است که ما قلقله هم اگر میکنیم باید است که قلقله به شکل پر باشه که ما در ویدیو قبلی ما در مورد قلقله پر و قلقله باریک ما بر شما گفتم عذاب الحریق عذاب الحریق حریق ببینین ما وقتی که قلقله میکنم دهنم به شکل عمودی باز میشه اما قسمی که در حروف استعلا بر شما گفتم قاف ما در اینجا پر تلفظ میکنیم و به شکل پر قلقله هم میکنیم عذاب الحریق ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير دیگه کجا بود قلقله یک جای یابی شده میبینین تجری اینجا خودش ساکن است یعنی آخر آیه نیست این قلقلهایی که قبلا خواندیم حرکت داشتن اما به خاطر که در آخر آیه رسیده بودن او را ما ساکن میساختیم اما اینجا سکون ازی اصلی است تجری تجری اگر میره قلقله نکنم چی میشه تجری تجری اشتباه تجری به شکل میره قلقله میکنیم این بطش ربک لشدید اینجا هم دو تا قلقله داریم یکی توی ساکن است گفتیم قد بجد توی هم در بینشان است وقتی که توی هم ساکن باشد و هم از جمله حروف استعلاس باز هم قلقلش پر است بطش بط بط این بطش این بطش ربک لشدید دالا باز هم اینجا قلقله میکنه انه هو یبدئ و یعید دو جای قلقله داریم ب که سکون از ای اصلی است یعنی از خود حرف ساکن داره یبدی یب یب انه هو یبدی و یعید یعید و هو الغفور الودود ذو العرش المجید باز هم قلقله فعال لما یرید هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط تجب قلقل مشى تكذيب تكذيب والله من ورائهم محيط توی از جمله حروف استعلا است و قلقله هم است باید است که قلقلش پر باشه محيط بل هو قرآن مجید باز هم دال قلقله فی لوح محفوظ دیجا ما قلقله نداریم و زوی قلقله کرده نمیتونیم حالا ما میخواییم یک بار از سر تا آخر بخونم میشه که در هر آیه استاپ کنین از پشت ما تکرار بکنین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و السماء ذات البروج و اليوم الموعود و شاهد و مشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد
الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم.